سرخط مهمترین خبرها. دیروز در چاریکار چی گذشت؟ اظهارات فرمانده ایرانی درباره افغانستان. با نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری وان اسمال. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. خبرگزاری افاق می نویسد فرمانده ایرانی هیچ تهدیدی از سوی افغانستان متوجه ایران نیست. رضا آذریان از فرماندهان نیروی زمینی ارتش ایران میگوید با آمادگی نیروهای نظامی هیچ گونه تهدیدی در مرز با افغانستان متصور نیست و به گفته او تهدیدی از سوی افغانستان علیه ایران وجود ندارد. فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق ارتش ایران امروز سه‌شنبه دهم اوت گفته است که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه ایران نیست و همچنین افزوده که ارتش ایران به ویژه نیروی زمینی آن با استقرار در مرز ایران و افغانستان از آمادگی بالای برخوردار است و تجهیزات بسیار خوبی در اختیار دارد. این فرمانده نظامی ایران تاکید کرده که همه تحرکات شبانه روزی رصد می شود و هیچ گونه تهدیدی در مرزها متصور نیست و ارتش سپاه پاسداران و مرزبانان ایرانی آماده هستند. این در حالی است که کشورهای همسایه افغانستان بارها اعلام کردند که نگران امنیت مرزهایشان با افغانها هستند. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از حضور جنگجویان خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و پاکستان نیز نگرانی های مشابه را مطرح کردند. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا هم درباره خطر قدرت گیری دوباره داعش و القاعده در افغانستان هشدار دادند. عمران خان نخست وزیر پاکستان که کشورش روابط ویژه با طالبان دارد چند پیش ادعا کرده که سه گروه تروریستی طالبان پاکستانی ارتش آزادی بخش بلوچ و شاخه خراسان داعش از افغانستان وارد پاکستان می شوند و دست به عملیات تروریستی می زنند. طالبان اما بارها گفتند که از افغانستان تهدید متوجه از کشور نخواهد بود. از جانب دیگر این فرمانده نظامی ایرانی در حال درباره امنیت مرزهای کشورش به افغانستان ابراز اطمینان میکند که طالبان چند ماه پیش با مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز وارد درگیری نظامی شدند. این درگیری ساعتها ادامه پیدا کرد و در نهایت هر دو طرف آن را ناشی از سوء تفاهم خواندند. ایران تلاش میکند روابط خود را با طالبان گسترش دهد. در زمان جنگ طالبان علیه دولت پیشین افغانستان نیز ایران همواره متهم به حمایت مالی و تسهیلات از طالبان میشد و برخی مقام های دولت پیشین ادعا میکردند که نیروهای طالبان در شهرهای مرزی ایران آموزش نظامی میبینند. ادعای ایرانی ها پیوسته رد میکردند. این در حالی است که صفحه فیسبوک منصوب به مسعود افغانستان روی برگه فیسبوک خود می نویسد دیروز در شهر چاریکار چی گذشت؟ عصر دیروز طالبان وارد منزل در شهر چاریکار می شوند و پس از تفتیش منزل می خواهند وارد اتاق شوند. خانم خانه که داخل اتاق می باشد برای طالبان عرض می کند که در وضعیت مناسب قرار ندارد و برایش چند لحظه فرصت دهند و اما طالبان در برابر دیدگان مرد فامیل دروازه را میشکنند و عصمت خانم را پامال میکنند. مرد فامیل با دیدن این حالت مشت به صورت یکی از طالبان میکوبد و اینجاست که نظامیان طالبان آن مرد را تیرباران میکنند. سپس در اعلامیه بیان داشتند که آنان یک داعشی را در شهر چاریکار تیرباران نمودند. در رویداد دیگری در شهر چاریکار دیر طالبان هفتان از اعضای یک فامیل را به شمول اطفال تیرباران نمودن. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر بگذاریم. تا ویدیوی دیگر